سلام، امروز میخوایم با دریپ اوریگامی یک دم‌آوری انجام بدیم. شکلش که ملاحظه میکنید تو این دریپ هم میتونیم فیلتر کلیتا هم فیلتر V60 استفاده کنیم. امروز من برای دم‌آوری از فیلتر V60 استفاده میکنم. خب ابتدا فیلترمونو با آب داغ میشوریم. بعد ببینید اینجا برای گرم نگه داشتن اسلریمون میتونیم مثل همین شکل تصویر میبینید اسلری رو بالای کتل بذاریم، در کتل هم بذاریم تا قشنگ گرم بمونه. خب همونطور که دیدین من آب رو توی قمقمه نگه داشتم، از اون بعدا میتونیم برای آب دادن به گلا مثلا استفاده کنیم، آب رو حروم نکنیم. خب حالا قهوه اضافه میکنیم، میتکودش میدیم سطحش یک نواخ بشه. بعد یه حفره درست میکنیم در اثرش مقاشنه پرنده، میخوایم مطمئن بشیم که آب به تمام اعماق قهوه ما نفوذ کرده باشه. خب حالا به اندازه 3 برابر مقدار قهوهمون آب میریزیم، استیل قشنگ تکون میدیم که مطمئن بشیم که تمام قهوه با آب قاطی شده باشه، ترکیب شده باشه. ارزم به حضورتون که یه معمولا 35 تا 45 ثانیه توی این مرحله بلومینگ صبر میکنیم. بعد خیلی آروم با یه ارتفاع مناسب سعی بکنیم که این ارتفاع رو زیاد بالا پایین نکنیم، ثابت نگه داریم. به صورت دایره‌ای آب رو میریزیم، باید سعی کنیم که دستمون زیاد بالا پایین نشه، ارتفاع رو باید بتونیم ثابت نگه داریم، اینجوری نتیجه کار بهتر در میاد. خب بعد از پورینگ مرحله اول شروع میکنیم این حرکت اسپین رو انجام دادن. این حالت اسپین که بهش میگم، این حرکتی که انجام میدیم باعث میشه که این فاینا به دیواره بسا فیلتر ما بچسبه و جلوی خروجی قهوه رو نگیره. خب تو پورینگ مرحله آخر معمولا برای اوریگامی من سعی میکنم یه مقدار ارتفاع بسا ریزش آبم رو کمتر کنم، بعد اون حلقه هام هم بیشتر تمرکزش رو مرکز دیگه کمتر به کنارا میدم. این کار اسپین هم باز میتونین انجام بدین، به نظرم بعضی قهوه خیلی خوب جواب میده. خب حالا اگه داخل اسلری رو ببینیم متوجه میشین که فلات بد داریم و فاینا رفتن اون دیواره چسبیدن. خب قهوه‌تون هم حسابی تکون بدین تا قشنگ مواد داخلش ترکیب بشن. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید.